اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دانشیان عزیز، از اینکه بار دیگه در خدمت دانشیان و کادر دانشگاه علوم پزشکی هستم. خداوند متعال رو شاکرم. مسئله ای که این جلسه در خدمتتون هستم تحت عنوان موسیقی، اصلا و ابدا قصدم این نیست که بیام اینجا یه صرف مثلا موسیقی سیستم آف دون و نمیدونم گروه مثلا فلان متالیکا دیس متال و نمیدونم مرلین منسن و یا بیام تو خودیا فلان کسک و اینا رو نقد کنیم. مثلا با اینا کاری نداریم. اگر زیاد تو فاز مصداق وارد بشیم خوبه، برای اینکه درک بکنه آدم یه چیز جا بیفته، اما با این کاری ندارم. اصل خود موسیقی رو میخوایم نقد بکنیم. با توجه به اینکه اینجا دانشگاه علوم پزشکیه، بنده سعیم بر این هست که مطالب علمی از زبان خود پزشکان باشه، حتی المقدور پزشکان غیر ایرانی، چی؟ غربی، که چی؟ ما دیگه قبول داشته باشیم. نه اینکه خدایی نکرده پزشکان ایرانی، نه، خیلی هم کارشون درسته، حق نداره. مثلا شما میخوام بشین پزشک، خدا فاتحه مملکت خونده است. خدمتتون عرض بکنم، نه از این حیث که جا بیفته مطلب دیگه، درسته؟ دوستان عزیز، یک قبلش من توضیح رو بهتون بدم. بنده خودم 6 سال سابقه کار تئاتر و موسیقی دارم، یعنی کسی نیستم از این حوزه جدا باشم. تو فکر کنی الان من اونه تو ماشین میشینم یارو یه آهنگ میذاره جفلقت میرم بیخ گردن یارو و پرتش میکنم بیرون و فلان، نه. موسیقی رو حتی بهتر از اون که شما میشنوید میشناسم، نوت‌های موسیقی رو میشناسم، بعضی از دستگاه‌ها رو میشناسم. خدمتتون عرض بکنم، اما از این حیث مد نظر شریفتون باشه، کلن یک بحث دیگه راجع به خود موسیقی داریم. آقا موسیقی چیه؟ موسیقی جزئی از مواردی که توی این مملکت، نه تو مملکت ما، تو دنیا واقعا در حقش چاپ شده. ساحت موسیقی اونقدر مقدسه که نباید هر کی از مادرش قهر کرد بره یه میکروفون ورداره و مثلا بیاد آهنگ بخونه واسه خودش، بعد مثلا اسمش هم بذاره دو حنجره، بعد نمیدونم تو حنجره اولیش صدای انگار از ته چا داره در میاد اینجوری، و بعد تو صدای اول هیچ اتفاقی تو صدایی نمیفته، هیچ سبک مشخصی هم نداره. شما یه موقعی هست مثلا شما می آهنگ محسن نامجو رو گوش میکنی، میبینی صاحب سبکه. میدونی چی میگم؟ یعنی همون که داره میخونه. و آخه ما یه جدش صحبت میکردیم خدمتتون عرض کنم، مثلا این آیه نامجو صاحب سبک، اصلا موسیقی ایشون موسیقی پست مدرنه. یکی از اساتید زبان ادبیات انگلیسی بود، زبان ادبیات انگلیسی تو مقطع ارشد واقعا وارد مسائل ریز این سبک ها و مسائل فلسفی میشن. آقا پست مدرن چه، ترانس مدرن چه، اکسپرسیونیسم چه، از این اسم اسما که شما هم دارید، روماتیسم مثلا. خدمتتون عرض بکنم شما دارین، یعنی تو حوزه کاری شما، پزشکی رو عرض میکنم، یعنی شما خدا نکنه روماتیسم بگید. خب داشتیم صحبت میکردیم، ایشون میگفتش که من اول فکر میکردم این یارو مسخره بازی در میاره، محسن نامجو رو میگفت، بعد نگاه کردیم نه، واقعا تمام گزاره های موسیقی پست مدرن رو داره ایشون اجرا میکنه. آقا اصلا چی هست موسیقی مثلا فلان باز پست مدرنش چی باشه؟ به نظر من آهنگم یه دنبل دیمبول کنه اینجوری بگه خود شاد بشه، یعنی موسیقی دیگه. بابا دیگه پست مدرن چیه و فلان. آقا طرف میاد واسه شما صحبت میکنه من قطعه سوم بتهوون من رو دیوانه میکنه. مثلا شما میزنید کانال 4 میبینید برنامه داره این با آهنگای باخ، بتوون، نمیدونم شوارت، نمیدونم موسیقیدانه بزرگ گذاشته داره روش کار میکنه، نگاه میکنه همین چی چیه؟ آهنگی تو کلیسا رو برداشته گذاشته سر قبرستون بذاری مرده بلند میشه، دستاش خود میشه بلند میشه میره، این چیه؟ آقا چی میبینی تو؟ تو چه میفهمی از این موسیقی که بقیه نمیفهمن؟ لذا اینو میگم، علم راجع به موسیقی صفر، ادعا در حد درباره موسیقی الا ماشاءالله. هممونا، هممون ببینید، به ظرف قاطع میگم، محکم خدمتون عرض میکنم، موسیقی داروه. متوجه چی دارم میگم؟ داروه، ساحتش مقدسه، یعنی در حد یک از بین برنده یک مریضیه. به من بگید ببینم الان استامینوفن بده؟ بستگی داره آقا. مورفین بده؟ بستگی داره. بعد عمل جراحی که بهت مورفین نزدیم که تو دم لافتوشکی که زیر تن گاز میگیره درد. آقا پس چیه؟ برای چی میگن بعدی نمیدونم فلان؟ میگی نه مورفین خوبه وقتی عمل کردی،
استامینوفن خوبه وقتی سرت درد میکنه، اما اگه هر روز قرار باشه استامینوفن بخوری، تو عربی به دارو میدونی چی میگن؟ تریاق. فارسیش میشه چی؟ تریاک. میدونید خیلی از این کدوین ها تریاک داره. آقا بده؟ نه، اما اگه هر روز استفاده کنی بهت میگن مفنگی، معتاد، انگل جامعه. نه اینجا حرفو. لذا ما موسیقی رو نفهمیدیم. موسیقی با وجود توی انسان آمیختگی داره، نه انسان، حتی حیوان. شنیدی دیگه، میگن تو گاوداری ها آهنگ بزنن واسه گاوا شیرشون زیاد میشه. آقا چه حرفیه، گاو فهمیده موسیقی رو، توی انسان نمیخوای بفهمی موسیقی رو فلان. من چه اعتراض، نه اعتقاد دارم کسایی که این حرفو میندازن میگن اندازه همون بنده خدا موسیقی رو نفهمیدن. ببینید شما بارها دیدید استاد دانشگاهتون داره مطلب می‌نویسه، خوب دقت بکنید، داره مطلب می‌نویسه، یه جاهایی نمی‌نویسه اما دستشو بیخود تکون میده، درسته؟ این نونوارو دیدید همشون بلا استثناء بندری می‌رختن، اینجوری برمی‌داره هم می‌ذاره فلان. اگر اینو ازش بگیری نمیتونه کار کنه. یعنی بهش بگو آقای نونوا شما لطفاً این حرکات موضوع نداشته باش، در شأن جامعه نیستش، خواهشاً یکم مراعات کن، زشت محرم مثلا یا موقع خاصی هم باشه نرقص آقا نرقص. میگه من نمیرقصم، من دارم کار میکنم، اگه این کار نکنم نمیتونم اصلا کارم پیش برم. آقا جریان چی شد؟ دوست عزیزم، موسیقی ریتم آواییه. تو نگاه کن، علاوه بر آوا جای دیگه موسیقی یا ریتم رو میبینی. از این به بعد دقت بکنید، کسایی که تو خیابون دارن راه میرن، خب اگر عنایت داشته باشید میبینید که بلا استثناء اونایی که با هم دارن قدم بر میدارن، همه با هم قدم بر میدارن، با هم پاشین رو بر میدارن، با هم میذارن زمین، درسته؟ سه نفر اینجوری دارن راه میرن، اینا با هم قدم بر میدارن، میذارن، ریتم گرفتن، موسیقی حرکت هم دیگر پیدا کردن، با هم گام بر میدارن. دو نفر عقب‌ترن، اونا هم دارن با هم گام بر میدارن، این دو نفر دارن سبقت میگیرن، سرعتشون بیشتر، عجله دارن، میرسن به این سه نفر، کافیه یک دقیقه با هم راه برن، میدونی چی میشه؟ پنج نفر با هم قدم بر میدارن. این خیلی جالبه، عجیبه اصلا. آی کسی بهت میگه آی با این قدم بر، رژه نظامی که نیستش که بگیرن به نظرت بازداشت که باید با هم پارو برداری بکوبی فلانو به همون، نه مثلا اصلا این نیست، دست خودت نیست. یه موسیقی واسه پخش میکنن، یعنی این پاها داره همینجوری میکوبه، اصلا به ابدا دستت نبوده، دست این روی اوتوران داره آهنگ میزنه یارو خودش. اون کیه داره به من میگه؟ این نشان دهنده اینه که موسیقی با وجود من ممزوجه، یعنی نیاز دارم بهش. بر این مبنا رک بهتون بگم، آفریده شدم. نظم و ریتم رو شما دوست دارید، دست خودتونم نیستش. این گوشه ذهن شریفتون باشه. نکته بعدی در مورد موسیقی، در مورد اون بگم، مثلا شما کافی یه موسیقی رو بیزنن، یهویی طرف داره ویولونسل میزنه، اون وسط یهویی یه دونه فاش بزنه، فاش دادن یعنی چی؟ خارج از نوت زدن، یهویی اینجوری میکنی. اگه اون ویولون بد نشون بدن اصلا نمیدونی چی هست، نمیتونی آرشش دستت بگی، اصلا نمیدونی چی هست، اما تا فاش بزنه یا فاش بخونه چی؟ میفهمی، میگی اینجا خراب کرد، درسته؟ پس تو میشناسی خودت به ذات، فطرتاً، غریزتاً چی؟ موسیقی دانی. تمام شما همینجوری هستید. نکته دو راجع به موسیقی، یکی از لوازم اصلی شرطی سازی چیه؟ موسیقی. شرطی سازی که در مورد موسیقی صورت میگیره، به جرأت میگم توسط هیچ چیز دیگه ای صورت نمیگیره. شما پزشکا اومدین یه آزمایش انجام دادین، تو کتاباتون نوشتید، ما هم خوندیم تو روانشناسی هیلگارد، هیلگارد چیه؟ توی اونجا چی میگه؟ میگه که کودک در رحم مادر به صدای تپش قلب مادر خو میگیرد، شرطی میشه نسبت به اون. بچه به دنیا میاد، درسته؟ بچه میزنه زیر گریه، تا مادر بغلش میکنه آروم میگیره، هر ننه قلابی دیگه واسش بیاری میفهمه، چشاش انو با نشده ها میفهمه.
اومدن یه کاری کردن، صدای قلب مادر رو ضبط کردن، برای بچه‌ای که بیتابی میکرد اون صدا رو پخش کردن. چی شد؟ آرام گرفت. یعنی شماها از بدو تولد موسیقی دان بودین. دست کم نگه خودتون ها، خیلی کارتون درسته، خبر نده. اما مسئله شرطی سازی به همینجا ختم نمیشه. شما بارها براتون پیش اومده که دارید یه آهنگی رو گوش میکنید، تلویزیون میذاره، یه تو ماشین نشستی، شما که اصلا اهل موسیقی گوش نمیکنید فلان، میدونم تاکسی نشستی، یه آدم از خدا بیخبری اومده یه ترانه گذاشته، شما اصلا خودتون گوش نمیکنید در جریانم. خدمتتون عرض بکنم، یهویی تا آهنگو میزنه حالت بد میشه، اعصابت خرد میشه. موسیقی فوشی چیزی نمیده ها، خیلی هم خوب و ریتمیک و فلانه. میدونی جریان چیه؟ یک زمانی که شما حالت گرفته بوده این موسیقی رو گوش کرده بودی، یک بار فقط، حتی در حد چند ثانیه. پژوهش ها نشون میده که چی؟ اثر میذاره. یه بنده خدای اومد پیش من میگفت فلانی اومدن، بله، میگفت میرم چند وقت من میرم چه جوریه این یارو ابی گوش میکنم استرس میگیردم همینجوری. ما نمیدونیم ابی کیه، شنیدیم اینا. گفتم که برو بگرد ببین زمانی که قبلا ابی گوش میکردی چه اتفاقی میافتاده. گفت هیچی، با ما همیشه میشه. رفت اومد خوش گفت راست میگه، اون برهه بود که من ازدواج کرده، برای ازدواجش خیلی کتک خورد بنده خدا، برادر زنش میزدنش آقا خدا باشه، میومد الکی جلومو خالی میبست، میگفت دعوام شده تو خیابون، میرفت اون دوربر تو کوچه میدیدنش، داداشای دختره میگرفتن یه خوراک سیر، یه شکم سیر اینو میزدنش. بعد این عاشقانه میومده کز میکرده، گفت چه خونه چی گوش میکرده؟ ابی گوش میکرده. ازدواج کرده، بچه داره، الانم با چی؟ با برادر خانمش گوجی گوجی بغل همن، اصلا همدیگر انقدر دوست دارن. اما هنوز که هنوزه، بعد از گذشت 5 سال 6 سال ابی گوش میکنه استرس میگیردش. میدونید شما اینجا خیلی خیلی ساده صحبت کردن، جای دیگه من اول باید کلی بگم شرطی سازی چیه، شرطی سازی نوع اول چیه، اون شیشومی چیه که پدر آدمو در میاره و فلان اینجور چیزا. متاسفانه موسیقی عموما موجب شرطی سازی نوع ششم میشه، اونی که بابای آدمو میسوزونه. شرطی سازی نوع ششم میدونید چیه دیگه؟ الحمدلله گفتن معاونت کی فرهنگی دانشی، ببین آقا کتابا تغییر بدن بابا بچه. ما 6 نوع شرطی سازی از یک دیدگاه داریم، بعضی ها فرق قائلن، بین تفاوت قائل. ببینید نگاه کنید، الان من این آبو میخورم، درسته؟ برای من چیه؟ خوشاینده، مطلوبیت داره، بهش میگن جایزه شرطی. برای حروفی هم داره، آی و اس و اینجور چیزا، با اون کاری ندارم. من زمانی که این آبو میخورم، اگر چند بار فقط این رنگ آبی کنار این آب تکرار بشه چی میشه؟ من دیگه از این خوشم میاد. باید چند باری تکرار بشه که من قانون اینو کشف بکنم، عقلانی کشف میکنم. نه خیر، هیچکی بهم نمیگه، میفهمم همینجوری، همونجوری که به دنیا میمدم در رحم مادر موسیقی دانم، اینجا همینجوری میفهمم. خدمتتون عرض بکنم این خیلی ساده است. توی مرحله بعدی یک عنصر دیگه هم اضافه میشه، خوب گوش کنید. زمانی که من آب میخورم، اینم هست، معمولا زمانهایی که من دارم واسه دانشجو سخنرانی میکنم، جو سالون داره، صندلی مستمع نشسته، از این به بعد چند بار برام تکرار بشه آبم نخورم، همینجوری که نگاه میکنم دانشجوها رو چی؟ احساس آرام نه، شاید هم تشنگی بهم دست بده. آخه ما یه بار یه جایی برنامه داشتیم، برنامه بسیج دانشجویی بود. تو برنامه بسیج دانشجویی معمولا کیک و ساندویچ میدن، معروفه برنامه بسیج به کیک و ساندویچ. حتی میگن یه بسیج مدرسه عشق، بسیج مدرسه عشق هست، یه بنده خدایی میگفته بسیج مدرسه عشق هست، بخاطر اینکه کیک و ساندویچ که میدادن. بعد من گفتم این کار خیلی خوبی شما دارین انجام میدین، گفت برای چی؟ گفتم برای اینکه بسیجی‌ها رو شرطی کردید نسبت به کیک و ساندویچ، پس بعد اگه یه حمله به کشور بشه فقط کافیه یه کیک و ساندویچ تو تلویزیون نشون بدی، همه گوله میرن سمت پایگاه، شرطی شده دیگه آدم دیگه. خب واقعا هست، زندگیتون کامل درک کردید. خب بگذرید آقا، اینا میره، پس بعد یه قانون باشه. شما این جوجه رنگی الان فصلشه، خودتون که میدونم دیگه ماشاءالله بزرگ شید با جوجه رنگی کار نداری، این داداش برادر خواهر کوچیکی جوجه رنگی میخره، هر دفعه میخوام به این غذا بدین چی؟ یک صدای ناهنجار توسط دو انگشت سبابه و شست در بیاریم، بهش میگم بشکن. خدمتتون عرض بکنم وقتی این صدا رو در میاری، هر دفعه بهش غذا میدی دیگه از این صدا خوشش میاد، بهش غذا نده، دوبار بشکن میزنی، گوله از اون ور حیات میدوه، بدبخت بولا میشه منتظر غذا بخون بهش بدن. اما
این دفعه که جوجه اومد بزن تخت کلش، هر دفعه بشکنر زدی اومد یه بزنش، دفعه چهارم دیگه نمیاد، میفهمه که هر دفعه میرم کتک میخورم، شرطی سازی جدید صورت میگیره، اون پاک میشه. بگذاریم، شرطی سازی نوع ششم اینه که بچه ها اولین بار ماجرای سگ پاولوف و اینجور چیزا اینو دیگه خوندید خدایش مطمئنم، خب میفهمید که نسبت به نور و چی این قضا بزاقش حساسیته. شرطی سازی نوع ششم بدون قانونه، میدونی یعنی چی؟ یعنی اومدن روی کبوتری کار کردن. چی کار کردن؟ اومدن بهش یاد دادن، چون زاویه دید کبوتر 270 درجه است، برخلاف ما انسان ها که زاویه دیدمون کمه، تقریبا جلو رو فقط میبینیم. کبوترها رو توی امداد و نجات ازشون استفاده میکنن، اینا رو شرطی میکنه این بدبخت ها رو، بهشون یاد میدن هر موقع رنگ نارنجی دیدی یه نوک زدی به این دکمه، جایزه چی داری؟ گندم. خیلی ساده است دیگه. اینا رو میزنن زیر، بعد این که شرطی شدن میزنن زیر هلیکوپتر، هلیکوپتر امداد و نجات. وقتی این هلیکوپتر داره یه ویکتیم، یه قربانی میبینه توی دریا، اون چشش از ما زاویه‌اش بیشتر دیگه، رنگ نارنجی میبینه، سریع یه نوک میزنه به دکمه. تا نوکو میزنه خلبان یه چراغ جلوش روشن میشه، این تحقیقات پژوهشی علمی صورت گرفته، الان داره اجرا میشه تو اروپا، یه چراغ جلوش روشن میشه، میفهمین دوروبر چی؟ یک کسی هست که نیاز به نجات داره، یه قربانی هستش. خیلی جالبه، اومدن این کبوتر رو به صورت این که فرمول رفتاری رو کشف نکنه شرطیش کردن. میدونی یعنی چی؟ یعنی قاعده این بود که اگه هر یه نوکی زد دو تا دونه بهش گندم بدن. یه بار یه نوک زد 1 کیلو گندم ریختن جلوش، یه بار 20 تا نوک زد هیچی بهش ندادن، یه بار 3 نوک. یعنی این کبوتر نه عقلن و نه ناخودآگاه، این ضمیر این نتونست بفهمه قانونش چیه. میدونی چه بلایی سرش اومد؟ تا آخر عمرش نوک میزد به دکمه دائم، یعنی تا فقط میخواست بره مثلا یه قطره چیزی آب بخوره، میومد آب میخورد، غذاشو میخورد، دوباره میرفت نوک میزد به دکمه. بی دیوانوار مایل این کار انجام بده، دست خودش نیست. اینا مطالب علمیه ها، من گفتم قاله فلان قاله فلان گفتم، کما اینکه خواهید دید همون قاله ها درست بوده. آخر همین برنامه دارم مطالب علمی که تو کتاب خودتونه دارم بهتون یک بار دیگه بازگو میکنم براتون. نظیر این شرطی سازی کجا پیش میاد برای شما؟ در قمار. برای همین قمار حرامه. طرف جایزه قمار چیه؟ بردن دیگه، اون پولو بردن، اون چیزی که وسط گذاشتن بردن، جایزه‌شو نمیتونه، قانونشو نمیتونه کشف کنه. یه بار میبره، دو بار نمیبره، سه بار میبره، 10 بار میبازه، نتیجه چی میشه؟ بگید. دیوانوار علاقه داره بازی قمار رو انجام بده، دست خودش نیست. بازی شطرنج، یه بار میبری 10 بار میبازی شاکی میشی، هر دفعه میبری خوشحال میشی، خوشت میاد. این انقدر پیش میاد دیوانوار، کسی که اعتیاد به شطرنج پیدا میکنه مثل من، خب دیوانوار علاقه دارن شطرنج بازی کنن. دست اولی که میبازیم یه دست دیگه بذار بازی کنم، یه دست دیگه. اصلا معمولا کسی که با هم شطرنج بازی میکنن برنامه بر روی یه دست بازی کردنه، میکشه به 4-5 دست، دست خودش نیستش. جالب اینجاست، قرآن قمار رو چیکار میکنه؟ حرام اعلام میکنه. شما شنیدید افرادی در جامعه بودند که سر بازی قمار، خونه، زندگی و ببخشید زن خودش و ناموس خودش هم گذاشته. این دست خودش نیست. به من بگو ببینم وقتی شما لواشک میبینی چه اتفاق میفته؟ میگی شور رو شور همینجوری آره. چرا؟ چون هر دفعه اونو خوردی ترشه. میتونی جلوی ترشه بزاقتو بگیری؟ نه خیر. نسبت به اون مسئله نمیشه. هر چی بیشتر قمار بازی بکنی، قماربازتر و در این منجلا بیشتر فرو میری. تأثیر موسیقی گوش بکنید. شرطی سازی نوع ششم. هر چی گوش بکنی بیشتر دوست داری گوش کنی. حالا چی میشه؟ اینا رو داشتید. بچه‌ها بذار در مورد شرطی سازی ماجرا براتون تعریف کنم، یکم بخندید سر زوره، چون واقعا ماجراش جالبه. ما یه رفیقی داشتیم، ایشون نماز نمیخون، قد 1.90 ماشاءالله. بعد من قشنگ تو شونش بودم که نه راه میرفتم. این از این چیان نردبونا نبود، قشنگ پت و پهنم بود، وشو کار بود، قهرمان وشو یکی از استانها بود. خیلی هم فاز نمایش قدرت داشت، یعنی وقتی میخواست پاشه یهوی پا میشد، میخواست دست بده یهوی اینجوری دست بده، یعنی گوشتش رو خواست بکنه تو چشت. خب اصلا عجیبه، میخواست بگه من خیلی کارم درسته، ورزشکاری برخورد میکرد، آقا هیکل ورزشکاری، رفتار ورزشکاری.
کلی ما باش صحبت کردیم، گفتیم با چه نماز نمیخونی فلانو. من برای این نماز رو اثبات کردم. عقلا چیکار کرد؟ پذیرفت که خدای وجود داره و باید نماز بخونی. قبلش هم میگه خدا هستم، گفت لزومی نداره من نماز بخونم. براش اثبات کردم. حالا من زرنگم، میام شرطی سازی میکنم اینو. چیکار میکنم؟ بردمش برای اولین بارم، گفتیم بریم مسجد نماز بخونیم. بردم بهترین مسجد شیراز به نظر خودم. زمان اسفند ماه، عطر بهار نارنجای شیراز پیچیده. کسی که شیرازیان یا شیراز بودن فقط میدونن چه بهشتیه. بردمش یه مسجدی که قدیمی بود، ایوون داشت، این درا رو برداشته بودن، باد اینجوری میزد میومد توی مسجد، اصلا فضا باد احساس میشه. میخورد به این شیشه های این تکه های لوستراها و این تیکه های به قول غلط مصطلح بگیم لوسترا، میخورد به همجوری تکون میداد، دیدین یه موسیقی تولید کرده بود اصلا. کافر میرفت اونجا نماز خون میشد. چی؟ کافر میرفت اونجا نماز خون میشد. خدا اومد و با اون قد و قواره اومد تو. بعد گفتم که فلانی، گفت بله، گفتم حالا نماز بلدی بخونی؟ یعنی تو حفظی مثلا کامل بلدی چیز رکوع چیه فلانی؟ شوکه شد، گفت دست شما در نکنه، خوبه ما سوم ابتدایی بعد نماز رو حفظ میکردیم فلان. دیدیم با آقا برخورد بعد جوری هم برخورد. گفتم که آقا ببخشید، حالا ما از ما گفتن ما بریم بشینیم همون ردیف آخر بایستیم. خب اینجا من نماز نمیخونم. کجا نماز میخونی؟ ردیف اول. گفتم بیا بشین همینجا به تمک تو رو قرآن یه رو پرو نشو فلان، حالا ردیف اول چیه؟ گفت نه من بعد من ردیف اول بخونم. گفتم ول کن بابا، من خودم هم توی مسجد نمیرم ردیف اول بخونم. تو نه اشتباه میکنی، باید بری ردیف اول نماز بخونی. حالا که اومدم ردیف اول، ما با ردیف اول من ترسیدم، گفتم سوتی نده، این عقل درست حسابی نداره، دنبالش برم. اون فیلم برداری میشه، ممکنه روزی سی دی به چرخ دستش بیفته. نه عاقلی آقا. خدمت عرض بکنم که بلند شد، بچه‌ها خوب گوش کنید، صاف رفت دقیقاً پشت سر حاج آقا وایساد. ردیف اول سنتی مال کیاست؟ پیر مرد پیر زنا. حالا پیر مردا هر چه سن روش میکنه، این سن زیاد میشه، بعد افت میکنه دیگه، درسته؟ وقتی نگاه میکردی عین دقیقاً شهر تهران که برج میلادی زده بود بیرون. ردیف اول یه چیز پشت سر حاج آقا رفته بود تا دم سقف. منم کجا وایسادم؟ پشت سر این رفیقمون وایسادم. گفتم حالا پشت سرش وایسادم، بهش گفتم، باز گفتم ببین فلانی مطمئنی بلدی؟ بعد جا وایسادی یا بیا کنار لاغلی من. میدونی کسی که پشت سر امام جماعت وای میسته، اگر امام جماعت گفته سکته کنه یه بلایی سرش بیاد، نماز جماعت نباید شکسته بشه. اون کسی اونجا وایساده باید بره جلوش وایسه نماز ادامه بده، یه خورده خودشو بکشه جلو نماز ادامه بده. گفتم بعد جا وایس. این پیرمردام این جوری به این نگاه میکردن، شاکین یارو کی بلند شد اومده اینجا صاف همین پشت جا. اون معمولا جاها متاسفانه سنتیه، مثلا ردیف اول اون که پشت سر حاجی یه نفره، اون که اذان میگه یه نفره، اون که دو تا این برتره اصلا بعضی این جا نمازشون از قبل زنبیل میذارن تن میکنن. کار اشتباهیه، کاری نداره. آقا گفتم ببین مطمئنی نماز بلدی؟ گفت آره فلان. گفتم بعد جا وایس دادی؟ یعنی چی بعد جا وایس دادن فلان؟ دیدم من جایی نیست توضیح بهش بدم. فکر نمی‌کردم پدر سوخته بره اونجا وایسته. آقا چشتون روز بعد نبینه. همون رکعت اول وقتی گفت الله اکبر سبحان الله، ما رفتیم تو رکوع، صداهای شنیدم. بعدم رکوع طولانی شد. همینجوری تو رکوع سرم آوردم بالا، دیدم اه جلو من خالیه. این نیست. بعد گفتم لابد تو سجده است. زودتر رفته تو سجده. رفتم پایین، دیدم پایینم نیست. یوم زمان این چه کجا غیبش زد؟ این چی شد؟ خوب نگاه کردم، دیدم جلوی من بازه دیگه. بعد من کیو ببینم؟ خود روحانی امام جماعت. دیدم حاج آقا هم نیست. و چه نمازیه؟ شیخ ما کجا رفت؟ من خواب دارم میبینم جنه. دیدم گوشه محراب حاج آقا افتاده رو زمین داره دست و پا میزنه، عمومش افتاده بود یه وضع. حالا بچه هم این جریان چی بود؟ این قدش بلند بود، حساب نکرده بود با هم پیرزن رو بایستاده. همون الله اکبر سبحان الله، همون حرکت ورزشی بزنه با حاج آقا، حاج آقا بره. بنده خدا حاج آقا من تو همه هیروبیر دارم نگاش میکنم، میبینم آقا این بنده خدا داره دست و پا میزنه، با خودش میگه خدایا این عذاب الهی از کجا بود؟ ناغافلی هم زد نامرد، تو رکوع بودم از پشت زد ما رفتیم چیز. نماز آقا روش بهتون میگم، نماز شکسته شد، نماز جماعت خراب شد. برگشتم من اینور نگاه کردم، دیدم داره یه چی اون دراز اون وسط داره اون تد کفشاشو دستش گرفته پابرنه داره میده تو حیاط، فرار میکنه گذش. دوست عزیز من، منی که کلی برنامه‌ریزی کرده بودم از فنون شرطی سازی استفاده کنم جای خوب ببرم، نتیجهش این شد من خودم رو کشتم دیگه نماز نخوندم، چون یک خاطره بد داشت. یکی از اقوام خود ما سوره اذ الشمس کورت، بگید عبدالباسطو که میشنوه حالش بد میشه. چرا؟ چون پدرش زمانی که فوت شد این آهنگو هی گذاشتن. موسیقی کاری نداره قرآن یا نه، موسیقیه.
ببین خارجی‌ها چقدر زرنگن، مجالس عروسیشون رو تو کجا میگیرن؟ تو کلیسا میگیرن. هر حتی اگه دفنم تو کلیسا میگیرن، عروسی رام میگیرن. میدونی حسابش چی میشه؟ اون جوجه که یه بار بزنن تخت کلهش، یه بار بشه هدیه بدیم، خونسا میشه. خب اما ما این کارو نمیکنیم. چند وقت پیش من رفتم مسجد، یه بچه کوچیکی بود، آقا این بابای مسجد رو سوزونده بود دیگه، چی میگه؟ تا باباش با میسته سر نماز نگرش میداشت، دیگه تو نماز نمیتونست که نمازشو بشکنه، بالا میشد میرفت بالا منبر، میومد پایین، میرفت بالا منبر، الله اکبر میگفت، ادا در میورد، مهره رو برمیداشت. یه بچه شهری بود. با خودم فکر کردم زمانی که ما میریم تو فرودگاه میبینیم که کنار فرودگاه اتاق بازیه برای بچه‌ها، گفتم چقدر خوبه توی مسجد ها هم یه محیط دو درسه باشه کوچیک، اگه توپی چیزی بریزن بچه بره اونجا. میدونی چقدر این شرطی سازی مثبت داره؟ هر دفعه مسجد رفته یاد بازی افتاده. خیلی عالیه ها، فوق‌العاده است این کار، اما بلد نیستیم استفاده کنیم. غربی ها به نحو احسن استفاده میکنن ازشان. برگردیم به موسیقی. موسیقی تأثیرش در شرطی سازی حتی بیشتر از خوراکیه. خوراکی میدونید بیشترین تأثیر رو داره. یه چیز قشنگ بهتون یاد بدم، نامردی ها، این از ما هدیه داشته باشین دیگه، برید حالش رو ببرید. هر موقع به افرادی رسیدید دور بریاتون یه خورده نخود کشمشی، شکلاتی، موکولاتی، اینجور چیزا دونه 5 تومنه میخری، میریزی 20 تا 100 تومن. خب به این افراد ببینید بدون قانون بهشون شکلات بدید، به رفیق رسیدی بدون قانون چی میشه؟ شرطی سازی نوع ششم. بابای طرف در میاد، نمیدونه چرا اما عاشقته، دوستت داره، دست خودش هم نیستش، فوش داری بهش میدی، داری بهش فوش میدی، از تو خوشش میاد. زرنگی دیگه این کارا میتونه انجام بده. من یه مدت بود بچا دانشجو رو میبردم راهیان نور، توی اونجا اومدم یه آزمایش سر این بدبختا پیاده کردم، گفتم بهترین موقع توی مناطقی که صفا داشت خیلی باحال بود، موقع برگشتن یه آهنگ خاص پخش میکردم. حتما همین جالب اینجاست بچا 5-6 روزی که اردو طول میکشه معمولا، توی این 5-6 روز این آهنگ دقیقاً جاهایی که خوب بود برای اینا پخش شد. بعدها که مثلا منو تو دانشگاه میدید میگفت سلام فلانی چطوری، من یواشکی با گوشیم آروم آروم آهنگو میوردم میذاشتم، تا میذاشتم این آهنگ رو به من میدی دست در نکنه فلان، میدم به به چه اثری گذاشته روش. این نامردی ها، از این کارو ما میتونیم استفاده کنیم، بلد نیستیم. خب پس تأثیر موسیقی بیشتر از حتی خود خوراکی، چون به ذات با وجود ما آمیختگی داره، مطلوبیت داره خود موسیقی. فقط کافیه یه اتفاق خوبی افتاده باشه تا یه آهنگی شنیده باشی، یه اتفاق بدی افتاده باشه یه آهنگی شنیده. میدونی اگر اینها جا به جا بشه چه بلایی سرت میاد؟ به جرأت میتونم بهتون بگم اساسی ترین عامل بیماریزا موسیقیه اگر نابجا استفاده بشه. یعنی این استامینوفنه رو برای چی؟ برای دل درد بخوری. بابا اون یه داروی دیگه داره. آها اینجا دیگه همه چی، برای حساسیت بخوری. اشتباه بشه بلایی سر بدنهای شما میاره، سر سلامتی تو میاره. به جرأت میگم الانم نگاه کن 6 صفحه رفتم نظارت پزشکی رو گرفتم، ریزم هست، ببینید همه اروپایی. بلایی سرتون میاره که بعضی از پزشکان گفتن مهمترین عامل بیماری در قرن اخیر موسیقیه. یعنی چی؟ حالا این تأثیر موسیقی چیه؟ در کمتر از 100 ثانیه بچه رو هورمون های بدن شما، رو اعصاب شما تأثیر میذاره. میدونه اعصاب ما چند نوع اعصاب داریم؟ ما سمپاتیک و پاراسمپاتیک. هر کدوم یه کاری انجام میده، یکی قلب، ضربان قلبو زیاد میکنه، رگ ها رو تنگ میکنه، مردمک گشاد میشه، اون یکی باز برعکسش فلانه. تأثیر موسیقی روی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقریبا آنیه، یعنی بدون فاصله میشنوی شروع میکنه به واکنش نشون دادن. نتیجه چیه؟ نشستی تو ماشین، خوب گوش کن، دست گذاشتی رو فرمون، تحرک داری؟ نه. چی داری گوش میکنی؟ راحل، اونه که حرفه‌ای هم میدونن چیه، از همون گوبدوس گوبدوس ها دیگه تهشه. بعد یه موسیقیدان یهودیه، خدمتون عرض بکنم که داغونت میکنه، سریع دستور بدن چیه؟ ترشح آدرنالین. نتیجه چی میشه؟ ضربان قلب میره بالا، رگ‌ها تنگ میشه، آماده‌ای میدونی برای چی؟ برای یک تحرک شدید. این اتفاق کی برای شما میفته؟ و زمانی که سگ دنبالتون میکنه، زمانی که میخوای دعوا بکنی،
آماده میشی دیگه. نگاه کن گربه وقتی میخواد دیدی پوش میده موهای خودشو بزرگتر میکنه خود برای اینکه بزرگتر جلوه کنه. چه زمانی که میخواد بجنگه. دقیقاً شما برای فعالیت شدید آماده میشی به خاطر اینکه موسیقی تاثیرش گذاشته. اما چی؟ یه جور راحت گرفته نشست. میدونی چه بلایی سر کبد شما میاد؟ میدونی چه بلایی سر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک شما میاد؟ میدونی چه بلایی سر قلب شما میاد؟ داره خون فشار خونت رفته بالا اما هیچ استفاده از این نمیشه. یارو ارواح عمش داره ورزشکاری میکنه. شجریان گذشته داره میدوه. فشار خون بیاد پایین، رگ و گشاد، مردمک تنگ، داره همینجوری میره، نیاز به خون داره، به اکسیژن داره، به این مغزی که هیچ وقت نمیرسه اکسیژن، این دفعه بیشتر نمیرسه. پدر طرف در میاد، انرژی باید برسه به سلول. عزیزم، برادر عزیزم، خواهر گلم، باید انرژی برسه، اکسیژن برسه، فعالیت زیاد داره میکنه. نتیجه چیه؟ معکوس. شما اگه دقت بابا این ربطی به موسیقی فقط نداره ها، نمیدونم یاهل گوش کنی سنتیش فلان شجریان، قرآن بیا پایین تر، روزه میری روزه میشینی برات روزه میخونه، روزه چی میخونه؟ قتلگاه میخونه، آخ امام حسین فلان شد بامش. داغون میشی، همون اتفاقات تو بدنت میفته. اما چی؟ یه جا گرفتی نشستی، بلایی سر بدن شما میاد که اصلا نظیر نداره. ببین با علم بر بلا دارم میگم، بلایی سر بدن شما میاد که نظیر نداره. حالا میفهمی چرا سینه میزنین توی روزه ها؟ باید تحرک داشته باشی وگرنه داغون میشی. این از معجزات تشیعه. من چند وقت پیش داشتم یه حرفی از حاج منصور عرضی گوش میکردم. بنده خدا چه میدونه موسیقی و اینا کورتیزول و احتمالا اطلاعاتی نباید داشته باشه، آدرنالین و اینجور چیزا، چه میدونه چه سمپاتیک و پاراسمپاتیک، بعید میدونم، حداقل شاید هم داره. میدونی چی میگفت؟ میگفت مداح طبیب مستمعه. حق ندارید، داشت به شاگرداش میگفت، حق ندارید روزه سنگین بخونید بعدش سینه زنی نداشته باشید. هر چی روزتون سنگین تره سینه زنیتون باید شور باشه بیشتر. را هیچ ربطی نداره. طرف میذاره قشنگ این پدرش در میاد، آخر جلسه سینه زنی هم هست. نه، میگه بلا فاصله همونجا باید سینه زنی را بنید. حالا ببینید اثر اون آهنگای کالکشنی که شما گوش میکنید چیه. نشستی تو ماشین، اولی معین داره میاد، همه رفتن کسی دور و برم نیست، ای الهی ناز و نمیدونم چی چی، همش خم. آقا فشار اومده پایین، دستور داد هورمون ها ترشح شد، خب هیچ اتفاقی نمیفته، بخواب فشار بره پایین، همینجوری میری تو هپلود. حالت خلسه، ببین این حالت خلسه همون حالت خوشایندی که موسیقی گوش میکنید خوشتون میاد، اینه داره پدرتون در میاد. به عبارت دیگه بلا فاصله آهنگ بعدیش چیه؟ تلا تلا گیسو تلا نمیدونم چی چی فلان، ریتمیک یهوی بدن بدبخت بیچاره تا 10 ثانیه پیش داره دستور میداده چی فشار خون کم فلان، یهوی آقا جمع کنی جمع کنی، برنامه عوض شد، مدیریت عوض شد، چی بزن به رقص آقا، بزنید فشار خون بیاد بالا، چی شد قرمز میشه. من اینو سالهاست دارم روی موسیقی کار میکنم و تحقیق میکنم. یه بار من به برادرم اینو گفتم، داداشم گفت مطمئن نی؟ گفتم آره. آقا ما نشسته بودیم توی ماشین خودمون، صندلی عقبم نشسته، مادرم جلو، پدرم پشت رول بود. بعد این آهنگایی که داداش منم میذاره همجی کالکشنه. یهویی آهنگ اول اومد از این افتخاریا، بابای ما قشنگ دیدیم انقدر جالب، بچه‌ها انقدر جالب، سرعتش اومد رو 80، یه کم شد اومد رو 80. باور کنید، گفتم نگاه کن اگه سرعتش کم نشه. به یک بار اینم آهنگ چی بود؟ شاد بود، یعنی ریتمیک بود. تو رف اونجا دیدیم صدای این بوق بوق پراید در اومد، بوق بوق بوق، بعد بنده خودش سرش هم می‌خورن، ما مردیم از خنده. یعنی چی؟ یعنی حواسش نبود، داشت به مشکلات زندگیش، نه به چیزاش فکر می‌کرد، بی اون که بدونه داشت بدن به صورت غیر ارادی دستورهای خودش رو میداد. حالا من شروع می‌کنم چند تا براتون مصداق میارم تا ببینید شما پزشکان آینده، پرستاران آینده و هر چیز دیگه‌ای که هستید چی هست. بچه‌هاشون این روپوشایی که برای چه می‌دن میری سر بیمارستان بندگان، بعد شوخ مخصوصا پسرا، من چون اون طرفو که خبر نداشتم، اینا میمدن چیکار میکردن؟ شوخی شوخی به کمپلکس به 12 میزدن به بچهای مردم، یعنی به زور میگرفتن اینو میخوابوندنش، مثلا بچه فلان دانشگاه دولتی اون آزاد و فلان، به زور به این به کمپلکس به 12 میزدن. برنامه که تموم شد ما برگشتیم فهمیدم اینا دانشجوی کاردانی بهداشت و محیطن. یک پزشکی اونجا میکردن، خدا گواهی که من گفتم این الان سال آخر پزشکیه، تخصص داره اصلا میخونه.
نگاه کنید چه اتفاقی براتون چند مورد از دنیا براتون آوردم. نگاه کنید، پال ستری گلیارد خواننده مشهور در زیر عمل جراحی خواهش کرد اثر غم‌انگیز خود موسوم به بازگشت را از روی نوار پخش کنند. این اثر، این معجزه بود تو پزشکی ها، این اتفاقی که دارم به تو میگم. این اثر به واسطه ی حالت غم‌انگیزی که داشت خود او و همه پرستاران را به گریه واداشت و عمل جراحی بدون وسایل و داروی تخدیر پایان پذیرفت. بدون بی‌حس کننده عملش کردن طرف. بهت میگم داروه. درست باید استفاده بشه. میگه برای افزایش شیر گاوها خوبه. گاو موسیقی رو میفهمه، این چه حرف به شما میزنید. میدونید چه بلایی سر اون گاو داره در میاره؟ اون گاو بیچاره جوری طراحی شده، خود ساختتش خلقش کرده که روزی 20 کیلوی بیشتر شیر نده. بیشتر شیر بده اون شیر کیفیت نداره. همون دانشمندانی که میگن موسیقی بذاری شیر گاو زیاد میشه، همون کسایی که میگن اون مقداری که زیاد شده هیچ ارزش غذایی به اون شکل نداره. بچه‌ها شما نمیدونید مرغداری ها رو شنیدید چیکار میکنن؟ من بهتون میگم. آره، ساعت 2:30 مرغای بدبخت همه خواب تشریف دارن، یوهوی پروژکتورها روشن میکنن، بلند میشه فکر میکنه صبح شده، میگه قد 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 یه تخم میذاره، میگذره 4 ساعت بعد دوباره چراغا رو خاموش میکنن، فکر میکنه غروب شده، میخوابه میخوابه میخوابه، ساعت 10:11 صبح مثلا این سیاست لنگ زور بلند میشه میبینه ای بابا باز فکر میکنه فردا شده، باز دوباره هر جور سخت داره میگذره بدبخت، یه تخم دیگه هم میذاره. روزی 2 تا 3 بار از اینا تخم میگیرن به خاطر اینکه پوستشو بتونه تشکیل بده. گوش کنید، بهشون کربنات کلسیم میدن که پوسته آهکی اینا دوباره شکل بگیره، که میشه همون پوست تخم مرغ رو دوباره خرد کرد بهش داد، وگرنه پراشون میریز و داغون میشن بدبختا. خدمتتون عرض بکنم که هیچ ارزش غذایی اون تخم مرغ نداره، هیچ. اسمش تخم مرغه. این درختار هم همینجوری میکنن. درخت ها تو گلخونه وسط زمستون میبینی تو چاقال بادوم دارن میفروشن تو تهران. اونا کجا اومده؟ هیچی. یوهای هوا رو سرد میکنن، درخت ها رو گول میزنن. وسط تابستون ها برگش میریزه بیچاره. فکر میکنه زمستون شد. میگذره یوهای با بخاری هوا رو گرم میکنن، نور مصنوعی بهش میدن و مهتابی و چه میدونم پروژکتور فلان میکنن. وسط تابستونه. دوباره سالی 2-3 بار از این درخت ها میوه میگیرن. عمرشون بسیار کم، یعنی دقیقاً 2-3 بار کم میشه عمرشون. اون مرغی که این بلا سرش میارن، همون مرغ رو بعدن سرشو میبرن به عنوان مرغ گوشتی به شما، به خورد شما میدن. هر چی میخوره انگار داری لنگ دمپای ابری میخوری. آره، این اثرش اینه. پیر میشه سری. تأثیرات موسیقی بر روی کارگرها سنجیده شد در یک کارخونه. دیدن موسیقی میذارن اینها بیشتر کار میکنن، اما بابای کارگرا در میاد. در واحد ثابت از زمان بیشتر انرژی تولید میکردن، لذا این کارگر بدبخت بیشتر فرسوده میشه. واقعا انسان کثیفیه که اینطور داره از انسان سوء استفاده میکنه. برای اینها روک بهتون بگم، برای سرمایه دارا اقتصاددان ها، خصوصا اقتصاددان غربی، انسان، من، نیروی کار هیچ تفاوتی با 4M دیگه توی اقتصاد نداره. ما 5M داریم توی اقتصاد که بر مبنای اینها تولید شکل میگیره. M، من، نیروی کار، ماشین، ماشین، متد، روش، مانی، پول، ماتریال، ماده. اینا باید با هم آمیخت یک تولیدی صورت بگیره. برای اینها من، نیروی، به خودت تو کتاب اقتصادی نوشته من در کنار اوناست. نیروی کار هیچ فرقی نداره با اون ماشین. باید ازش بهره کشی کرد. شما این سریال کمدی فیلم کمدی های چارلی چاپلین عصر جدید رو نگاه میکنیم، این چجوریه؟ وقتی وارد کارخونه میشن اولش یه دست گوسفند نشون میده، دارن میرن تو طویله، بعد میگیره مشکی میشه صفحه، دوباره بر میگرده، یه کلوزاب داری از آدمایی که دارن وارد کارخونه میشن، میخواد بگه اینجا دارن بهره کشی میکنن. تمام علوم روز رو استفاده کردن برای بهره کشی بیشتر از انسان ها. مواردی که موسیقی در بدن انسان به وجود میاره، اختلال در نظام اعصاب بدن و تولید ضعف اعصاب. وقتی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تو نفهمن چی به چیه، نفهمن چی کار باید بکنن، آقا بالاخره قلب باید تون بزنه، ضربانش زیاد بشه یا نزنه فلان، این باعث میشه آروم آروم شما دچار بیماری ضعف اعصاب بشی. متاسفانه یه پژوهش‌های صورت گرفته، دیدن موسیقی تأثیر بسیار شدید روی بیماری MS داره، بیماری عدم تعادل. خیلی وحشتناکه بچه ها. جالبه میبینید شما MS توی جوامعی که موسیقی بیشتر گوش میکنن بیشتره. خیلی عجیبه.
خب دو تا از بزرگترین موسیقیدان‌ها رو براتون اسم میبرم، شوبرت و مندلس، هر دو بر اثر سکته قلبی جان دادن در جوانی. برای چی؟ اون قلب بیچاره وقتی اعصاب به هم بریزه ضعیف میشه. دو تا از بزرگترین موسیقیدان‌ها بر اثر سکته قلبی میمیرن. قلب شما به طور متوسط در 24 ساعت 100 هزار مرتبه میزنه، یعنی متوسط 70 تا 75. این با موسیقی هی زیاد کمش میکنن. اصلا شما میتونید آزمایشو بکنید، دستگاهی که از ضربانو میگیره رو مچ نصب میشه کامپیوتریه، یه بار با موسیقی گوش بکنید، یه بار بدون موسیقی ضربان قلبتون رو بگیرید، تعجب میکنید 10 تا 15 تا این در اونور میشه. من خودم این آزمایشو انجام دادم، یه بار بدون موسیقی حالت عادی گوش میکنم 72 تا مثلا فلان، یه آهنگ شاد بذاری کمی 5 دقیقه گوش کن، بعد دوباره ضربان قلبتون میبینی رفته 80 خورده 90. اصلا عجیبه، هیچ فعالیت ورزشی هم نداری. من شخصی رو میشناسم بچه‌ها که این آقا راننده تاکسی بود، خب از اقوام نزدیک ما، ایشون بیماری گرفت که فشار خونشو ببین، اینو شما میفهمی، جای دانشگاه دیگه بگم نمیفهمن، فشار خون این آقا تا 25 بالا میرفت. بردنش پیش فوق تخصص فشار خون، یه خانومی تو تهران، ایشون فوق تخصص فشار خون داشت، میگفت من موندم تو چته. زمانی که حمله بهش دست میداد من عیناً دیده بودم این قفسه سینه‌اش یه وجب میومد بالا میرفت پایین اینجوری، نفس میزد تون تون فلان. دلیلش رو هیچکی نتونست پیدا کنه تا آخر اینطور تحلیل کردن که شما آنزیمه های بدنت ریخته به هم، یه بی خود آدرنالین ترشح میکنه بدنت. میدونی دلیلش چی بود؟ ایشون دائم الموسیقی بود، دائم آهنگ گوش میکرد تو تاکسی، یه راننده تاکسی صبح تا شب تو ماشینشه دیگه، دائم هم برای اینکه حوصله‌اش سر نره آهنگ گوش میکرد، آهنگ هم کالکشن، یه دونه غمناک یه دونه خشن شد. این بدن دیگه بدبخت بیچاره انقدر شل سف کن شل کن راه انداخته بود که قاطی کرده بود، در حالت عادی آدرنالین ترشح میکرد، هیچ کاری نکرده بود حمله به این دست میداد. الان خوب شده ایشون، اما جالبتون بچه ها فشارش از 16 90 پایین بیاد، رگهاش صفر شده، گشاد شده، عادت کرده به فشار بالا، اگه فشارش از 16 کمتر بشه بلا سرش میاد، خیلی عجیبه. خب مسئله بعدی پس چی شد؟ آسیب رساندن به قلب و ایجاد سکته. 3. سلب اراده و دیوانگی از مضرات موسیقیه، یعنی بی اختیار. دوست عزیزم زمانی که تو داری پاتو میکوبی روی زمین، آیا شما عمدی داری این کار میکنی؟ نه. کیه داره پس دستور میده؟ به هم ریخته سیستمه، قاطی کرده، داره اینجوری پاتو میکوبی زمین، دستتو آهنگ گرفته ریت گرفتی، این یعنی طبیعی نیستی، هیچ موسیقی برای همجوری نشستی داری اینجوری اینجوری میکنی. تیکه بابا، اسمش تیکه، قشنگتر بخوای بگی دست خود تیک گرفتی، فقط یه خورده چیه حرارت موزون داره مردم میفهم، اگه تو سرت باشه بیشتر نشون میده، تو گردن باشه، دیدید این افرادی که صحبت میکنن تیک دارن، چی شده؟ نظم اعصابش به هم ریخته، داغون شده بیچاره. 4. آسیب رساندن به دستگاه شنوایی. شما میدونید یعنی گوش بیرونی و میانی و نمیدونم داخلی و اون پرده سماخور که میخوره، اون سه تا استخوان نمیدونم رکابی و چکشی و فلان اینا رو میدونم میخوره به اون کیسه مایعات و نهایتا سلول های عصبی چیکار میکنن؟ این انتقال میدن، شما میفهمین آهنگ چیه. با توجه به این که موسیقی در زمانی داره پخش میشه با صداهای مخصوصا صدای زیاد که این حالت عادی رو نداره، به مرور زمان این سلول ها چی میشن بچه‌ها؟ میمیرن. راحت بهتون میگم سلول ها دچار مرگ میشن، آروم آروم شنوایی شما ضعیف میشه بچه ها. نتیجهش میشه کی؟ آقای بتهوون، از گنده تر داری از این موسیقی دان، آقای رابرت شومان، هر دو کر میشن در سن کم ها، فکر نکنه 70 سالش شد کر شد، هر دو کر شدن موسیقی دانه. شما اصلا نمیخواد بیا حرف منو بشنوی، برو زندگی نامه موسیقی دانا رو بخون ببین چه بلاهایی سرشون اومده. اصلا عجیبه، موسیقی دان داریم ببینید باخو نگاه کن، اینا شما رو نگاه کن فلان، اینا همه رو بررسی میکنی میبینی خیلی هاشون دیوانه شدن، اواخر عمر قاطی میکنن، بعضی هاشون کر میشن، بعضی نابینا میشن، بعضی مشکل معده‌ای دارن. من یه بررسی کردم دیدم 70% موسیقی دان ها بچه ها چه بلاهایی سرشون اومده، بیماری کبدی گرفتن که ارتباط مستقیم با آنزیم های بدن داره.
70% دوباره 70% موسیقی دانها بچه ها هرگز ازدواج نکردند. خیلی جالب، این آمار خیلی بالاست. برای چی؟ به خاطر اینکه به شدت متاسفانه هرزه تشریف داشتن، ازدواج های متعدد رو میپسندیدن، چیز زنی باشن، نه که از اول ازدواج نکنه طلاق میدادن، آخر عمرم دیگه همینجوری تعدد روابط جنسی داشتن. شما یهویی حدیث از این ور از پیامبر شنیدی تعجب میکنی؟ غنا زنا می آورد، تأثیر تحریک دستگاه های جنسی و اعصابی که این دستگاه در موسیقی در حد اکثر. متاسفانه موسیقی دانان و پزشکانی که تعهد اخلاقی ندارن این ریتم های موسیقی رو تشخیص دادن، اون اعصاب رو تشخیص دادن. امروز بیشتر موسیقی هایی که داره ساخته میشه با قصد همین تحریکه. متوجه چی دارم بهت میگم دیگه؟ عمدی داره ساخته میشه دیگه، پدر سوختگیه. مواردی هست براتون پخش میکنم. خب شش یا ببخشید پنج، تولید هیجان و التهاب از اثرات موسیقی. ببینید دکتر مونتاکو کتابش خیلی معروفه، اساتیدتون میشناسن، اختلالات عصبی معده میدونی چی میگه؟ میگه آنچه میخورید باعث زخم معده نمیشود، بلکه آنچه شما را میخورد یعنی هیجان و التهاب موجب پیدایش زخم معده میشود. آنچه شما را میخورد یعنی چی؟ اون اعصاب خردی ها فلان، هیجان بیجا که از کارهای عادی موسیقیه. اوتوران همینجوری نشستی تو خونه میگه وطن یعنی همه همینجوری موهای تن سیخ میشه، حالا باشم از شمشیر رو بردارم برم بجنگم، پدرتو داره در میاره به خدا. ببینید شما مشکل فکر نکنید دارم میگم موسیقی اونوری، دارم میگم روزش هم اگه درست گوش نکنی پدرتو در آورده. یک بار ماه محرم بود، عاشورا، ما رفته بودیم یه تعزیه ای. این تعزیه خونه وقتی تموم شد، حالا مردم اومدن دورش گرفته بودن، یه ماجرا از معجزه حضرت ابوالفضل که در مورد خودشون اتفاق افتاده بود تعریف کرد. وقتی داشت تعریف میکرد به یک باره من دیدم یه خانم اون طرف حمله بهش دست داد، افتاد رو زمین، دست و پاش میلرزید و این برداشتن چادرش کردن تو دهنش که زبونش رو گاز نگیره، مثل سر. خب اما سر نبود، به اون شدت نبود. بعد این اثر مستقیم و معجزه بود دیگه. وقتی اونو تعریف کرد دیدید وقتی چیز محیطنتون سیخ میشه یه چیزی براتون میگن، دقیقا همون حس براش به وجود اومد، بدنش توانایی نداره، حمله بهش دست میده. من نه که بگم آقا فقط اونایی که جیب زن اون غربی ها درست میکنن، نه، دارم با کل موسیقی صحبت میکنم، در مورد کل موسیقی. یه نمونه دیگه، چند سال پیش در باغ وحش شهر گلاسکو یک گروه ارکستر اسکاتلندی برنامه‌ای برای حیوانات اجرا کردن. نگاه کن در مورد تو انسان، ببین رو جک و جونور چجوری تأثیر میذاره. تو انسانی، جایگاهت مشخص دیگه، سوا اگر قبول داشته باشیم که انسانیم، اجرا کردن که در اواخر این برنامه ببینید اثرات موسیقی. این ارکستر هم چیز بوده، شاد بوده، ضرب آهنگش بالا بوده. سه شیر فرار کردن، یکی از آنها دستش شکست، زرافه از شدت هیجان دیگر غذا نخوردند و توتی های سخنگو با حالت غضب به نوازندگان و اعضای ارکستر فحش میدادند. این دقیقا برگردان انگلیسیه، این سایت همون چیه؟ اسمش چی بود؟ باغ وحشه. عیناً اتفاق افتاده اونجا، دیدن تعجب کردن و جونور فهمیده که این موسیقی بیچاره، ما انسان‌هایی داریم که هنوز. یک آمار دیگه، توجه به آمار تصادفاتی که سالیانه در خیابان‌ها و جاده‌ها اتفاق می‌افتد، می‌بینیم که چی؟ 70% این تصادفات، در 70% این تصادفات رانندگان در حال گوش دادن چی بودن؟ موسیقی بودن. اومدن توی کالیفرنیا با مرکزیت لس آنجلس روی آهنگ‌هایی که همین خودی‌ها رفتن اونور آب می‌خونن، ابی و سیاوش اونور که گوش میکنه، بیشتر همشون تو کالیفرنیا و لس آنجلسن کار کردن، دیدن عموما کسایی که ابی گوش میکنن 20 تا سرعتشون بیشتره. اونجوری که داد میزنه فریاد میزنه، پای میره رو گاز، هی میره رو گاز، هی میره رو گاز، در حالی که چی؟ آقا تو وسط چهارراه یا کجا تو وسط شهری 50 تا 40 تا سرعت یا 80 تا 90 تا نباید برید، دست خودش نیست بابا بیچاره. اگه تو میتونی جلوی ترشح بزاقتو بگیری، اونم میتونه بگیره. دستور داده بابا آدرنالین ترشح شده، باید دست خودش ایستاده. اون بدن همین کارم که داره انجام میده، یه خوری داره خودش خالی میکنه، داره تخلیه میکنه.
7 موسیقی عامل اصلی فشار خون، که در مورد این دیگه اصلا صحبتی نباید کرد، اینقدر مشخصه که فشار خون میره بالا وقتی یک موسیقی با ضرب آهنگ بالا گوش میکنید. اما از نوشته دکتر دیوید راسل رو گوش بکنید که در تجسس در اروپا زمین تجسس از علل فشار خون که در دنیای جدید بسیار فراوان شده است، بازوبند فشار خون را به بازو بسته و دکمه رادیو رو باز کرد. رادیو پیام بوده مثلا که همش آهنگ میذاره، خب باز و با گوش دادن برنامه مختلف موسیقی به نتایج زیر رسید. 1. هر قدر موسیقی نامطبوع و زننده باشد درجه فشار خون بالا میرود و این افزایش به قدری است و این افزایش به قدری بود که پزشک مجبور را متوحش ساخت، قاطی کرد یاری دیگه مثلا در آورد. اینقدر شاکی بود، تعجب کرد دیدی موسیقی چه اثر روی فشار خونش گذاشته، ترسید در آورد انداخت کنار. 2. برخی از موسیقی ها که به ظاهر اثر آرام کننده تر داشت تا مدتی که ادامه دارد فشار خون را در حد معمولا پایین نگه می‌داره. موسیقی که خوشت بیاد فشارتو میاره پایین، موسیقی که بدت بیاد فشارتو میبره بالا. در آزمایش دیگر دکتر پاول مقداری، این فوق‌العاده است بچه‌ها خوب گوش بکنید، در آزمایش دیگر دکتر پاول مقداری از گلوبول‌های سفید و قرمز خون را درون یک لوله بلوری مثل لوله آزمایش جای داد و در لوله را محکم بست و سپس آن را در میان حوضچه‌ای پر از آب قرار داد و به وسیله برق امواجی در آب ایجاد کرد که آهنگ به وجود آوردن که آهنگ‌های ترس‌آوری از آن برمی‌خواست. در طول 10 دقیقه که این امواج با آوای مخوفش ادامه داشت، یک نیمه از گلوبول‌ها جان سپردند و نیمه دیگر در آستانه مرگ قرار گرفتند. گلوبول سفید چه نقشی داره واسه شما؟ دستگاه ایمنی بدنته. بعد ببین آره چه تأثیری میتونه بزن. آقا از خودش میپرسی این قدیما من نیمه 140 سال یارو عمر میکرده. خب بابا دنبال دلیلش بگرد، تو که بهداشتت بیشتر شده تو بعد الان 140 سال عمر کنی؟ نه رک بهتون بگم خانم های پزشک آینده، شما پزشکی امروز فقط تونست مرگ و میرهای آنی رو جلوشو بگیره، دیگه کسی تا اون نمیگیره، میفهم چی میگم؟ کسی سرزا نمیره. اما متاسفانه نگاه میکنی دیگه ما مواردی نداریم طرف 140-150 سال عمر کنه. در تاریخ 200-300 سال گذشته ما، خیلی قدیمی هم نه، مواردی هست که عمر بالای 200 ساله اومده تو تاریخ. تو بهارالانوار علامه مجلسی داره راجع به شخصی صحبت میکنه 340 سال عمر داره. چی شده اومده پایین؟ پدر بدن رو در آوردی، قرار بود 200 سال عمر کنه، هیچی در بازه زمانی کوتاه‌تر شما عسارش رو کشیدی. عمر نمیکنی، سلول ها سریع فرسوده میشن، اونقدر آنزیم های نامربوط در خون شما ترشح کرده که جای خود داره. در تحقیق دیگر دکتر آواین پس از مطالعه فراوان به این نتیجه رسید که ساز و آواز علت اصلی فشار خون به شمار می رود. برای اطمینان سیمی از گیرنده رادیو به خود بست و این نتیجه به دست آورد، یعنی رادیو گوش می‌کرده از این هدفون‌ها. هر قدر انسان از یک قطعه بدش بیاید همان اندازه فشار خون بالا می رود و بلکه هر چقدر که از یک قطعه موسیقی خوشش آید همان اندازه فشار خون پایین می آید. 8. موسیقی علت اصلی بیماری مانی. مانی میدونید چیه دیگه؟ بله الحمدلله. که 3 نوع داره، ساده و نمیدونم چی که این دکتر هربرت کارول میگه، استاد دانشگاه نیوهامپشایر آمریکا. که اونجا ایشون اذعان میکنه میگه تحقیقات بنده نشون داده علت اصلی بیماری مانی در ایالات متحده چیه؟ موسیقی. روک یک کلام میگه بیماری جنون. در حالت حد خودش به جنون میکشه، میگه علت اصلی این بیماری رو بنده چی میدونم؟ موسیقی میدونم. 9. بیماری سیکلو تمی. سیکلو تمی یعنی چی؟ از همون سیکل گرفته شده یه. هر دفعه یه جوریه. ببینید نویسنده کتاب تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب، ببین چی میگه. میگه من شاهد بیماری سیکلو تمی زنی بودم که داستان او از این قرار است. یارو اروپایی ها. این زن کودک خردسال خود را از دست داده بود و چون دچار ناراحتی شدید شده بود، نزدیکان وی برای اینکه او را سرگرم کنند وی را مشغول موسیقی نشاط انگیز کردن. یاره گریه میکرده درسته، اومدن واسه چی گذاشتن؟ آهنگ شاد گذاشتن. خب و چون دچار ناراحتی شدید شده بود، نزدیکان وی برای اینکه او را سرگرم کنند وی را مشغول موسیقی نشاط انگیز به طور شبانه روز نموده بودند که بعد از مدتی این بانو دچار بیماری مرض سیکلوتمی شده بود. گاهی میخندید و ناگهان گریه میکرد. یه دقیقه میخندیده یه دقیقه. تأثیرش چیه؟ گریه واسه چیه؟ بدنش نیاز داره، بچهش مرده. بچه ها میدونید موسیقی طبیعی این حالت چیه؟
همون گریه اطرافیانمون. بهترین دارو برای فرد همون گریه اطراف. دیدن زیاد گریه میکنه، خواستن بدبخت رو نجاتش بدن، آهنگ شاد گذاشتن، بدن دستور چی داده؟ شادی داده، دستور همون موارد دیگه، ترشح آدرنالین و فلان و بهمانش. یه دقیقه میخندیده، یه دقیقه گریه میکرده، سیکل خودش رو از دست داده بدن، طبیعی خودش رو دچار یک چرخه جدید شده. یه چرخه گریه کن، یه چرخه بخند. چند تا موارد تاریخی که تو تاریخ خودمون اومده براتون میگم بچه. روزی فارابی عودی با خود داشت. عود یا بعضی جا گفتن عود، بعضی جا گفتن قانون، چون مخترع ساز قانون خود آقای فارابیه که یک فیزیکدان هم بوده. خدمتتون عرض کنم فارابی خودمونا، دانشمند مسلمان خودمون که خیلی عجیبه بچه، در وصف فارابی همین بس که روی کره زمین نشسته بود، به ستاره ها نگاه کرد، شعاع کره زمین رو حساب کرده با روابط هندسی. یه مخی بوده برای خودش. روزی فارابی عودی با خود داشت و به لباس ترک ها به مجلس سیف الدوله رفت. وی عود خود را آماده ساخت و تارهایش را تنظیم نمود و آهنگی نواخت و همه را به خنده وادار نمود. موسیقی خنده خنده میاره. دیدید یه نفر میخنده همینجوری؟ هیچ ربطی به شما نداره. همینجوری میخندید همینجوری. واسه چی دارید میخندید؟ برای که من خندیدم. واقعا دلش همینه. موسیقی خنده من برای شما خنده به وجود آورد. میگه اینها رو وادار به خنده میکنه. سپس به شکل دیگری تارها را تنظیم کرد و باز هم آهنگی دیگر نواخت و همه اهل مجلس گریاند. همه مجلس رو گریاند و باز هم تارها را تنظیم نمود و آهنگ سوم را نواخت و همه را به خواب برد و خود مجلس را ترک کرد. از خواب بیدار شدن نیست طرف. ببینید موسیقی چه کرده که اول خنونده، بعد گریونده، بعد خوابونده. خیلی ها هیچ چیز چنین تأثیری نداره. معجزه است اصلا، معجزه. اونوریا فهمیدن ها، فهمیدن چه اثری رو شما داره، شدید دارن روش کار میکنن. اینجا رو داشته باشید بچه ها. مسعودی گوید تو تاریخ خودش نوشته در زمان عبدالملک، عبدالملک از خلفای فکر کنم اموی بود، به عباسی نرسید، یا یکی دیگر از خلفای بنی امیه، بله اینجا نوشته بنی امیه، که لهو و موسیقی خیلی رایج شده بود، خبر به خلیفه دادن که فلان کس خواننده است و کنیز زیبایی دارد که او هم خواننده است و تمام جوانهای مدینه را فاسد کرده. این فرد. و اگر جلوی او را نگیرید، این زن تمام مدینه را فاسد می‌کند. خلیفه دستور داد که قل به گردن آن مرد، قل و زنجیر به گردن آن مرد انداختند و آنها را به شام بردند. بردنش پیش خلیفه به شام. وقتی به خلیفه وقتی به حضور خلیفه نشستن، آن مرد گفت معلوم نیست آنچه او میخواند موسیقی باشد و از خلیفه خواست که خودش امتحان کند. گفت من که نمیگم موسیقیه، شما یه بار گوش کن، اگه تشخیص داده موسیقی پدر منو در بیار ببینید چی میشه. خلیفه دستور داد که کنیز بخواند. گوش کنید ببین چه بلایی سر خلیفه میاد. او شروع به خواندن کرد. کمی که خواند، دید سر خلیفه تکان میخورد. آروم آروم ریتم شروع شده دیگه، دست خود بدبخت نیستش. کم کم کار به جایی رسید که خود خلیفه شروع کرد به چهار دست و پا راه رفتن و میگفت بیا جانم بر این مرکب خودت سوار شو. به زنه داشته میگفته. یک امتحان دیگه توی یکی از زندانهای روسیه شده. خوب گوش کنید. در بعضی از زندانهای روسیه که در آنجا به ویژه محکومان نهیلیست، نهیلیست یعنی پوچگرا، میگن هیچ خدای وجود نداره، ما بعد از مرگ چی میشیم؟ خاک میشیم، هیچی نیست، اون دنیای وجود نداره، نگاه میداشتن. شکنجه مرسوم است در اون زندان ها که به نام هوم اوپاتیک، اسم شکنجه به این اسم موسومه، اسم این شکنجه اینه. با این وضع که در یکی از زندان های ادسا یک محکوم سیاسی را برای مدت 6 ماه برای اینکه میهن پرستی مورد نظر خودکامگان را بیاموزد، در معرض شنیدن موسیقی و نواهایی قرار دادن که سرود ملی روس را می نواخت. آن بیچاره پس از 5 ماه دچار جنون شدید شد و سپس مرد. اینا که میگم از اونهاست. نگاه کنید، مجله روشنفکر درباره یک کنسرت موسیقی می‌نویسد. وقتی آهنگ‌های تند و رعش انگیز دخترها و پسرها را مترنم می‌سازد، سالن به لرزه می‌افتد. دخترها جیغ می‌کشند و به سر و گوش هم مشت می‌کوبند. قش می‌کنند، موهای خود را چنگ چنگ می‌کنند و پسرها از هوش می‌روند. همین ها در مورد تاثیر موسیقی بر آنهاست. 2. در ملبورن 50,000 نفر بعد از گوش دادن به یک کنسرت موسیقی چنان به هیجان آمدند که ناگهان به هم ریختند و بدون جهت یکدیگر را زخمی و مصدوم کردند. تا پلیس خود را رساند، چند نفر به ضرب چاقو از پای در آمده بودند و به چندین دختر تجاوز شده بود. 3. در یک کنسرت موسیقی به دسته از جوانان برای اولین بار هیستری، که میدونید چه هیستری توده، جمعی قاطی میکنن میزنن یه جای رو، معمولا تو انقلاب ها به وجود میاد، با وقتی هیجان انگیز میشن یک نفر هدایتشون میکنه به یک سمتی میره. آنها پس از آن برنامه
به خیابان‌ها ریختن، اتومبیل‌ها رو آتش زدن، شیشه‌های مغازه رو شکستن و مغازه‌ها رو غارت کردن و تعداد 315 نفر از آنها از فرط هیجان غش کرده به بیمارستان انتقال داده شد. 4. در جریان کنسرت پرشر و شور گروه موزیک فلان، مردی از شدت هیجان برهنه شد و با حالت جنون‌آمیزی بر سر کول انبوه خلاق به راه افتاده بود که پلیس وی را دستگیر کرد. چندی پیش براون، خواننده معروف انگلیسی، کسی که موسیقی انگلیسی‌شون بعد براون رو بشناسن، ضمن اجرای برنامه‌ای در فستیوال پاپ تمام لباس‌هایش رو از تن بیرون درآورد. دست خودش نبود، یک لحظه اون جنون بهش دست میده، درآورد و در برابر جمعیتی بیش از 15,000 نفر برنامه اجرا کرد. ابتدا پیراهنش رو درآورد و چون تماشاگران به هیجان آمدن، وی هنگام خواندن آواز به کلی لخت و اوریان شد و به خواندن و رقصیدن پرداخت. در این موقع افراد پلیس خود را به صحنه رساندند و خواننده اوریان را دستگیر کردند. 6. در ایالت فلان، خانم 64 ساله‌ای به نام لیکیام به جوانی پیانو می‌آموخت. نغمات موسیقی چنان در روح جوان ایجاد هیجان کرد که بدون دلیل از جای برخاست و با 19 ضربه چاقو معلم موسیقی خود را از پای درآورد. حالا شما از این به بعد ببینید این بزرگان موسیقی رو که میگم عمراشون رو نگاه کنید چجوری مردن. مالبیران، استاد معروف موسیقی، در سن 27 سالگی در حین خواندن موسیقی سکته کرد. 27 سالگی. پرگلوزیز، نوازنده ایتالیایی، در 26 سالگی جان میده. بلینی، نوازنده ایتالیایی، در 34 سالگی میمیره. موریس جبر یا جوبر، نمیدونم تلفظ صحیح اینا چیه چون فارسیه، در سن 40 سالگی میمیره. شوسون، نوازنده فرانسوی، در 30 سالگی. نیکولا دوگرینی، نوازنده فرانسوی، در سن 27 سالگی. ژار بیژه، نوازنده فرانسوی، 37 سالگی. مندلس، نوازنده آلمانی، در 38 سالگی. هوگو وولف، نوازنده آلمانی، 43 سالگی. ماکس رگر، نوازنده آلمانی، 43 سالگی. موزارت، نوازنده اتریشی، بسیار بسیار معروفه، در 35 سالگی. شوبرت، نوازنده اتریشی، 31 سالگی. لانر، نوازنده اتریشی، در 42 سالگی. از ایرانی ها هم یه بنده خدایی بود که 45 سالگی فوت شد. اما ببینید نظرات اینو تموم شد بچه ها صحبت ها. نظرات بزرگان تونتون براتون میخونم در مورد موسیقی. ویکتور هوگو، نویسنده مشهور فرانسوی، چی میگه؟ علت این که ما از موسیقی خوشمان میاد این است که در عالم خیالها و رؤیاها فرو میرویم، یعنی از عالم منطق جدا میشویم. دیگه ببین، بخوای با یه نفر بحث موسیقیایی کنی، بحث بکنی، منطقی حرفتو نمیپذیره. خیلی ساده یک موسیقی هیجان انگیز براش بذار، جو که گرفتش قشنگ حرفتو گوش میکنه. جدی جدی عرض میکنم، قشنگ قابل آزمودن این مسئله. لئون تولستوی، نویسنده مشهور روسی، ببین چی میگه. موسیقی محصول تحریک احساسات و هدف احوال نفسانی و عواطف انسانی است. چیه؟ فقط عواطف، یعنی منطق، عقلانیت دیگه جایی نداره جایی که موسیقی هست. آرون کوپلند، موسیقی انسان را از عالم اصوات بیرون میبرد و به یک دنیای خیالی و رویایی میراند. هگل، فیلسوف مشهور آلمانی، ذکر و عبادات مسلمانان در مساجد بی آلایش خود فکر می آورد. ببین، ذکر مسلمانان در مساجد خود فکر می آورد، میفهمی؟ تفکر میبره. و دعای مسیحیان در کلیسا با عربده ناقوس و نقش و نگار در و دیوار تشویش خاطر و انصراف ناظر. دیدی توی کلیسا با پیانو شعر میخونن، فیلماشو نشون میده. برای جالب اینجاست، در یهود از چی استفاده میکنن برای جمع کردن همکیشان خودشون؟ از شوفار، که شاخیه، که شاخ بزه توش فوت میکنن، بوغه میکشه، موسیقی داره. در مسیحیت ناقوس، بازم موسیقی. در اسلام اونی که مردم رو جمع میکنه چیه؟ صدای یک انسان، اذان. هگل خوبه بدونید بابا، هگل اصلا خدا پیغمبر قبول نداره ها. ببین چی میگه؟ میگه مسلمانان ذکر که میگن تو مسجد خودش تفکر میاره، اما ما تو کلیسا میریم تو حالت جوناک. من که نمیگم، خودشون دارم میگن. کانت که از مشهورترین فلاسفه است، موسیقی اگر از همه هنرها مطبوع تر باشد ولی چون به بشر چیزی نمی آموزد از همه هنرها پستر است. من نمیگم، به خدا خیلی از افراد هستن اصلا بگن کانت میگه انگار قرآن واسش، ختم مرسله، انگار از آسمان آیه واسش اومده، قبول میکنه. ببین چی میگه در مورد موسیقی، میگه هیچ چی به بشر نمیده، پس پسترین هنره. ویلیام جیمز،
ممکن است خداوند از گناهان و گناه موسیقی ما بگذرد، ولی ضعف اعصاب از ما دست بر نمی دارد. یعنی شاید خدا هم ببخشدت، اما با این بیماری که میگیری میخوای چی کار بکنی؟ فرانکو باتیاتو، یکی از خوانندگان مشهور ایتالیایی که موسیقی راک را رها کرده است، یه اظهار نظری در مورد موسیقی راک گفت: انسان کافی است پیام‌های برخی گروه‌های راک را گوش دهد تا شیطان پرست شود. اینقدر موسیقی تأثیر داره. وی افزود: بسیاری از گروه‌های راک دچار نوعی تشنج رفتاری شده و پیام‌های شیطانی را در موسیقی خود وارد می‌کنند. در جهان امروز و واقعیت‌ها با حماقت و بی‌کفایتی اعلام می‌شود و لذا جوانان را باید مطلع کرد. تو این موسیقی که مردین منسون داشت نشون می‌داد، دیدید؟ وقتی داره گیتار برقی میزنه با اون حالت کشش خاص آخر موسیقی، طرف اصلا دیوانه‌وار سرش رو تکون میده. این دست خودش نیست، پدرش داره در میاد. دکتر اوریزون مارون: هیجان بزرگترین عامل سکته‌های قلبی است و هنرمندان اغلب به سکته‌های قلبی درگذشتند. چقدر جالب. از این بیان معلوم میشود که چی؟ هیجان حاصل از موسیقی چه تأثیری داره. حالا ببینید سه دو سیما که یه آهنگ برات شاد میذاره، بلافاصله بعدش یه آهنگ غمناک میذاره، چه بلایی داره جمیع ام و رحمت الله سر 70 میلیون نفر میاره. برای اینکه موسیقی رو نمیشناسن. هر کی از مادرش قهر میکنه میده دوی موسیقی میکنه، هر کی یه تاسدای پیدا میکنه میره توی زیرزمین چرت و پرت میچسونه به در دیوار که صدا رو انعکاس نده، میشینه واسه خودش چی آهنگ میخونه. چه جوریه؟ شما ببخشید من سوال از شما دارم، شما اینجا موهاتون رو میدید قصاب کوتاه بکنه؟ ها قصاب به بقال لطف میکنی موهای منو کوتاه بکن، میبره پیش متخصصش. چجوری به موسیقی که میرسه همه متخصص میشن؟ خب در مورد مرض پارانویا یا پارانویا که شما خودتون میدونید دیگه، شخص ادعای بی مورد میکنه، یه جور انگار چند شخصیتی میشه به هم میریزه. جالب اینجاست باز یک تشخیص دیگه، چون فرصت نیست میگم، یه تحقیق انجام شد نشون داد که یکی از دلایل اصلیش چیه؟ گوش دادن به موسیقی. در جوامعی که موسیقی بیشتر گوش داده میشه این مرض بیشتره. دکتر روبرت متخصص روانشناسی کودک، ببین چی میگه. ثابت میکنه که اطفال در رحم مادر تحت تاثیر موسیقی قرار میگیرن و اگر مادر حامله با موسیقی گوش کند، ضربان قلب در رحم زیاد میشود و لذا تاثیر مستقیم بر جنین دارد. لوتر: موسیقی در تخدیر اعصاب انسان از مواد مخدر هم قوی تر عمل میکند. بعضی از غلط اندازان معتقدند که موسیقی غذای روح است، ولی هیچ دانایی این سخن را قبول ندارد. که چی؟ غذای روحه. این چرت و پرتو چی پدر بدنو داره در میاره؟ غذای روح خوبه ها. یه نفر مرده، یه کسیش مرده، یه آهنگ غمناک واسش بذار، کمک کن به گریه کردنش، داروه. مگه بده؟ برعکس استفاده کنیم مثل اون زنه میشه که چی گرفت؟ چیه؟ زیرا هر کجا به خاک سپرده میشود، به زودی مردم آن حدود ادعا میکردن که شبها از داخل قبر وی آهنگ ویولون مخلوط با صداهای جهنمی به گوش میرسد. من مسلمون بگی فلان نمیگم، یارو خود اروپاییه داره میگه. لذا میمدن اعتراض میکردن بچهش باید نفش قبر میکرد جسدشو در نورد. 56 سال تو شهرهای اروپا جنازه اینو میچرخونن، آخر هم میبرن توی بره بیانی اونو قبرستون در میندازن. خب ما قرار بود ساعت چند تام خسته شدیم بچه‌ها؟